سلام دوستای عزیزم، با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوام آموزش یه جوجه کوچولو رو که برای تیکه دوزی روی لباسای بافت بچگانه یا پتوی بچه میشه ازش استفاده کرد. برای بافت این جوجه یه حلقه جادویی باید بزنیم. و داخل حلقه جادویی 12 تا پای بلند می بافم. دوازده تا پای بلند داخل حلقه جادویی می بافیم. 12 تا پایه رو بافتم و به اولین پایه با یه بست وصل میکنم. رج دوم داخل هر پایه 2 تا پایه بلند میبافیم به این صورت تا انتهای رج که میشه 24 تا پایه بلند. رج دوم تموم شد و یه بست زدم. برای رج سوم 9 تا پای کوتاه می بافم با این یک زنجیره اولم. پس 3 تا پای کوتاه، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 تا پای کوتاه بافتم. 9 تا پای کوتاه رو که بافتم یه 3 زنجیره می بافم، 3 تا زنجیره می زنم. رج دوم تموم شد، یه بست زدم و حالا یه زنجیره و 3 تا پای کوتاه می بافم به این صورت 2، 3، 3 تا زنجیره می زنم و دوباره 7 تا پای کوتاه می بافم. 2، 3، 4، 5، 6 و 7 پای کوتاه 7 رو می بافم. داخل زنجیره بعدی، داخل گندمی یعنی بعدی، یه پای متوسط، یه پای بلند و یه پای متوسط دیگه می بافم. یعنی شد 3 تا پایه داخل یه گندمی، یه پای متوسط، یه پای بلند، یه پای متوسط دیگه و بعد پای کوتاه ها رو تا انتهای بافت ادامه میدم. این قسمت برای دوم جوجمون بود. پای کوتاه ها رو تا انتها می بافم. تا آخرین پای کوتاه بافتم. 3 تا اینجا پایه شروع کرده بودم که بعد 3 زنجیره رو بافته بودم. الان داخل این 3 تا زنجیرم از اینجا، یعنی که رجم تموم شد، پایه دوبل میزنم و میام داخل این 3 زنجیره. یعنی به این ترتیب ببینید 15 تا پایه دوبل باید داخل این 3 زنجیره ببافم. پایه دوبلم که خودتون بلدید، میدونید باید چطوری بافته بشه، یعنی به 3 مرحله بافتامونو به این صورت 2 تا 2 تا در میاریم، نخوارو دو دور میپیچم، دوتای اول، دوتای دوم و دوتای سوم. 15 تا پایه بلند داخل این 3 زنجیره برای سر جوجمون می بافیم.
این هم بافت 15 و میایم اینجا 1 2 3 پایه سومی داخل گندمیش کار رو تموم میکنم. رج دوم رو تا انتها بافتم، یه بست زدم و رج سوم 3 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و داخل گندمی بعدی 9 پایه کوتاه میبافم. داخل گندمی بعدی میام یه پایه متوسط، یه پایه بلند و یه پایه بلند دیگه، دوباره یه پایه متوسط، یعنی 4 پایه داخل یه گندمی میزنم. دوباره تا انتهای رج پایه کوتاه میبافم. رج سوم تا انتها بافتم و یه بست زدم. اینجا 3 پایه اول پایه کوتاه بافته بودیم، بعد 3 زنجیره. حالا رج چهارم میایم برای پایه دوبل. برای پایه دوبل 2 دور نخ و دور میل میندازم و میام داخل این 2 زنجیره ای که جا گذاشته بودم اینجا برای سر جوجمو. 15 پایه دوبل داخل این 2 زنجیره میبافم، یعنی پایه دوبل اولم میخوابه روی این 3 پایه کوتاه رج قبلم. هرچی به قسمت وسط سر میریم یه مقداری میلو شلتر بگیریم که سر جوجمون قشنگتر در بیاد. پونزده تا پایه دوبل میبافم. 15 تا پایه دوبل رو بافتم و یه پایه بلند دوباره داخل همین 2 زنجیره میبافم و میام اینجا میشمارم 1 2 تا پایه کوتاه، یعنی داخل پایه کوتاه دوم یه بست میزنم و برمیگردونم رو به پشت کار و برای اینکه نخمو قطع کنم یه بسته دیگه میزنم و نخو اینجا قطع میکنم. سر عروسک به این صورت بافته شد. برای بافت نوک جوجمون از این قسمت، اینجا دومه و اینجا سر عروسکه، میایم از این قسمت از پشت کار نخو طوری رد میکنیم که از روی راست مشخص نباشه و یه گره میزنم. نخ رو درست این گوشه بین سر و بدن 2 زنجیره میبافم و داخل این گوشه که 2 زنجیره زده بودم، پایه اولی نه، پایه دوم، داخل گندمی دومی با پایه متوسط 2 و اینم 3 پایه متوسط میزنم و خونه بعدی تمومش میکنم. دوباره نخو پشت کار میارم و قطع میکنم نخو. نخوای اضافه رو از پشت لای بافتا رد کنید و اضافهش رو قیچی کنید به این صورت. خب دوستای عزیزم، بافت جوجمون تموم شد. برای
چشم جوجه، میایم یه مروارید مشکی. این قسمت دوخته میشه، قسمتی که سوراخ افتاده بود برای پایه هامون، به این صورت مثل این باف که من دوختم. و میتونین این جوجه رو روی لباسای نوزادی، لباسای بچگونه بذارید و به صورت تکه دوزی دوخت بشه، یا روی پتوهای نوزاد. دوستای عزیزم خسته نباشید. اگه از کانال من خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو فشار بدید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم براتون بیاد و لایک و کامنت فراموش نشه.